دهه تحول، کنفرانس بین‌المللی دوم بن دهه پس از سال 2014 را دهه تحول در افغانستان خواند. چشم‌اندازی که 10 سال آینده افغانستان پس از 2014 از مسئولیت امنیت و سیاست گرفته تا توسعه اقتصادی را دولت افغانستان به دوش خواهد داشت. مسئولیت گذاری که به نظر می رسد در پی اعتراضات دولت افغانستان در سالهای اخیر نسبت به عملکرد نهادهای خارجی بوده که به باور حکومت افغانستان این نهادها به صورت مستقل در افغانستان فعالیت نموده و در فساد دخیلند. این در حال است که شمار از وزارت‌های خانه‌های افغانستان تا هنوز نتوانستند بخش عمده‌ای از بودجه توسعه‌شان را به مصرف برسانند. اما پرسش‌های اصلی این است که آیا دولت افغانستان برنامه‌ای برای زمینه‌سازی جهت تحول پس از 2014 دارد و آیا در عمل ظرفیت برای ایجاد تحول در درون دولت افغانستان وجود دارد؟ در روایت دیگر امشب با معین‌های چهار وزارت به این مسئله می‌پردازیم. بیننده برایت دیگر از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز هستید. من شیرزاد هستم. آقایان مصطفی مسعود معین مالی وزارت مالیه، نورگل منگل معین تکنیکی وزارت فایدامه، وایس احمد برمک معین وزارت یا انکشاف دهات، سلیم قندوزی معین وزارت زراعت و آبیاری مهمانان برنامه کنی هستند. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای مسعود با شما آغاز میکنیم. اصل تخصیص بودجه برای تطبیق پروژه های انکشافی وزارتخانه ها بر اساس چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه به همه بیننده های عزیز تلویزیون و برنامه برایت دیگر سلام خود تقدیم میکنم. اصل تخصیص سه بودجه به اساس اولویت بندی است که حکومت در چند سال گذشته در زمانی که استراتژی انکشاف ملی افغانستان تدوین شد اولویت بندی را که انجام داد زیادتر در او وقت صورت گرفت. اولویت بیشتر به سکتور امنیت، به تعقیبش به سکتور زیربنا، متعاقبا به سکتور زراعت و انکشاف دهات، معارف، صحت، سکتور حکومت داری خوب، مسئولیت اجتماعی و سکتور زیربنای اقتصادی است. یعنی اصل اولویت بندی در او زمان صورت گرفته و ما بر مبنای همین اصل هم تخصیص بودجه خود یا بودجه بندی خود به اساس همین اصل و همچنان مذاکرات خود با دونرها به اساس همین اصل انجام میدهیم. بیشترین بودجه ما از نه تنها بعد از زمان تدوین برنامه انکشاف ملی یا استراتژی انکشاف ملی افغانستان، بلکه قبل از او هم بیشترینش بر اساس واقعیت‌های موجود بیشتر بر امنیت اختصاص داده شده، به تعقیب از او به زیربنا و زراعت و تخصیص این بودجه توسعه‌ای که شما نام می‌برید بر اساس چی است؟ مثلا چگونه می‌خواید بگوین که چقدر پول وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت فواید عامه و وزارت زراعت نیاز دارند؟ اصلا اولویت بندی یا فیصدی را که من قبلا خدمت شما گفتم به اساس تصمیم کابینه و بالاخره مشوره‌ای که در همون زمان با پارلمان افغانستان صورت گرفته، بعد از او ما به اساس پول موجودی که داریم یا پیشبینی که از پول احتمالی که نزد ما خواهد بود می داشته باشیم، این تخصیص به اساس همون فیصدی های موجود به همین سکتورها صورت می گیره. بخصوص در برنامه های توسعه و انکشافی بیشترین تخصیص به برنامه بر سکتور زیربنا که در زیربنا هم ما باز بخش های مشخصی داریم، بخش انرژی و آب و بخش سرک ها و راهسازی و میدان سازی بیشترین پول در چند سال گذشته به خود اختصاص داده و در سکتور مذکور مخابرات، شهرسازی و سکتور و بخش ترانسپورت بیشترین وزارتخانه هایی بودند که بیشترین پول ها را به خود اختصاص داده. بله، با وجود از اینکه شما از بیشترین پول هایی که در این وزارتخانه ها نام بردید، چرا این پول های توسعه ای بیشترش مصرف نمیشه؟ دلایل متعددی وجود داره در برابری که چرا پولها مصرف نمیشن. بخصوص اگر ما مشخصا صحبت بکنیم سر سکتور زیربنا پروژه های بسیار مغلق و پروژه های بسیار بزرگی هستند که به ظرفیت بیشتر و به ظرفیت خوبتر نیاز هست. دلایل عمده‌ای که در عدم مصرف بودجه وجود داره، از یک طرف وزارت مالیه زیادتر بالای مصارف سریعتر نه بلکه بالای مصارف بجا و مصارف خوب تاکید داره.
موضوع دیگه که در این قسمت هست مسئله تأخیر در تصویب بودجه، مسئله تغییر در تعهدات دونرها، مسئله طویل بودن و عریض بودن پروسه های کاری ما و پروسیجرهای دولتی، مشکلات امنیتی، ظرفیت وزارتخانه در برابر این پروژه های بسیار مغلق و بزرگ، عدم حاضر شدن کمپانی هایی که حاضر شوند این پروژه ها را تطبیق بکنند. دو بار سه بار این پروژه ها اعلان میشه، کسی پیدا نمیشه که او پروژه های بزرگ در افغانستان بتونه تطبیق بکنند و بالاخره ظرفیت کمپانی های موجودی که تطبیق میکنن و بالاخره مورد را که در این چند سال آخر زیادتر بالای زو یعنی میتونه که سبب چی باشه، سبب تاخیر در این پروسه باشه، مداخلات بیجا بی مورد قبل از وقت ارگان های کشفی عدلی و قضایی در پروسه های بودجه سازی و تطبیق بودجه. آقای منگل، وزارت فواید عمومی افغانستان چند درصد بودجه توصیه‌اش را تا هنوز مصرف کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خود اولتر از همه به همه بیننده تلویزیون احترامات عرض میکنیم. وزارت فواید عمومی در پروگرام کاری امساله خود از بودجه که به اختیار وزارت فواید عمومی قرار داشته تقریبا در حدود تا قوس 30% بودجه خود مصرف کرده. بله، دلیلی که کمتر مصرف شده این بودجه چی بود؟ قراره که دکتر سم پیشتر اشاره کردن، چون موضوعات تطبیق پروژه و مصرف بودجه با سکتورهای ما و وزارتخانه سکتوری و وزارت مالیه شریک هستند، بعض نقاط اونا اشاره کردن ما ورم تایید میکنیم، ولی در پالیزی بعضی موضوعات دیگر هم هستند که مثلا موضوعات که بودجه نوخت به تصویب میرسه و یک مدت را در بر میگیره که تا بودجه به دسترس ما قرار بگیره و ما کار آغاز مثلا بکنم. امسال چه زمان در دسترس شما قرار گرفته؟ تقریبا دقیق گفته نمیتونم، ولی بیشتر از دو ماه بیشتر وقت در بر گرفت تا بودجه تصویب شد و به دسترس ما قرار گرفت. با این حساب فکر میکنید که آنچه را که به عنوان کم ظرفیت بودن نهادهای دولتی به ویژه وزارتخانه ها مطرح میشه چقدر شما میپذیرین؟ سبب یک معضله است که فکر میکنیم که نه تنها وزارت فواید عمومی ولی بلکه تمام وزارتخانه سکتوری فکر میکنیم با این مشکل روبرو هستند که مثلا بعضی دونرها هم مامورشان مشکل داریم، بعضی وعده هایی که برای ما میکنن همون پول با وقت زمان به درسته ما قرار نمیگیره. بله، اما این پولی که حالا بیشتر مطرح میشه پول نیست که از طرف دونرها با گونه مستقیم به شما تحویل داده شده، بیشتر پولی است که از طرف بودجه توسعه دولت افغانستان باید شما مصرف کنید. خود اینجا هم مشکلات خود ما داریم، به خاطر اینکه کمپانی هایی که در اینجا استخدام میشه هم یک پروسیجر بسیار طولانی داره که تای مراحل تای میشه و به اعلان سپرده میشه، تقریبا چندین ماه را در بر میگیره و بالاخره مشکل دیگه ای که هستن با واقعیت کمپانی های داخلی ما، یعنی با وسیزی که مثلا 10 سال از سیستم نو در افغانستان میگذره ولی باز هم اونا همه کفایتی که باید به دست می آوردن یا همو ظرفیتی که باید اینا به دست می آوردن متاسفانه هنوز هم او ظرفیت از نگاه تکنیکی هم از نگاه فنی به دست نآوردن. از خاطر بعضی کارهایی که مثلا بعضی قراردادهایی که صورت میگیره در صورتی که به دست نیاوردن چرا شما این پروژه ها را برای کمپانی ها میدین؟ خیر به کی بتیم؟ یعنی شما بازرسی وجود نداره؟ بازرسی وجود داره، یعنی تمام مسائل با اساس قانون و مقررات تدارکات پیش برده میشه. اول خود پروسه تدارکاتی یک پروسه طولانی است که یک وقت زیاد در بر میگیره و دوم این با اساس تکنیکی مسائل تکنیکی از پروژه ها بررسی میشه و بعد از امکانات مالی یا پولی که پروپوزال های که داده شده با اساس از پروژه بررسی میشه. آقای برمک، بحث دیگه که بیشتر جامعه جهانی و دولت افغانستان در کنفرانس دوم بن مطرح کردن
چگونگی ایجاد تحول یعنی دهه تحول پس از 2014 است. مشخص تر اگر روسهای افغانستان را مد نظر بگیریم، چقدر از لحاظ عبور و مرور فعلا از لحاظ درصدیش مساید است تا بتونه وسایط عبور و مرور بکنه در روسهای افغانستان؟ شکر. به اساس تخمینی که وجود داره، چون یک بحثی است که در افغانستان ما او را از به اصطلاح انگلیسی بیسلاین استادی میگیم، یا مطالعات بسیار مقدماتی که تعداد نفوس افغانستان مشخصا در دیات افغانستان زندگی میکنه، در شهرها زندگی میکنه، او باید بسیار زیاد دقیق باشه و مشخص باشه یا حداقل نزدیک به واقعیت باشه. و به می ترتیب یکی بحث نفوس افغانستان است و یکی تعداد قریجاتی که در افغانستان یا تعداد ولسوالی ها مشخص تعداد قریجات. در اینجا ما شما هنوز هم مشکل خود داریم. تخمینا در حدود 40,000 قریه به اساس معلوماتی که ما شما در ایسای مرکزی داریم و وزارت انکشاف دیات هم در طول البته همی 8-9 سال گذشته از طریق برنامه هم بستگی ملی، چون ما به قریه افغانستان داخل شده روان هستیم، احسایی که پیش ما وجود داره تقریبا همو 38,000 بین 38 تا 40,000 قریه در افغانستان وجود داره. چند درصد میشه؟ خب چند درصد این وقتی اگر 40,000 قریه ها را اگر تقسیم بندی بکنیم بر اساس محاسبه 40,000، همین بر اساس 40,000 اگر بگیریم 40,000 خود 100 درصد شده، یعنی 100% یعنی می تعداد قریجات از افغانستان بر اساس تخمین. اما ما فعلا از طریق برنامه هم بستگی ملی در امی لزک ممرای شما صحبت میکنم، عملا در تقریبا در 28,000 قریه افغانستان، البته 28,000 شوراها تشکیل شده که تعداد قریجاتی که تحت پوش شورا آمده به اساس تخمینی که پیش ما هست در حدود 32 بین 32 تا 33,000 قریه تحت پوشش قرار گرفته. چرا؟ یک شورا وقتی که ساخته میشه یک یا دو قریه با زیر پوش شورا میه، به اون خاطر به این شکل گفته میتونیم که اگر 28,000 شورا عملا ایجاد شده باشه، 32,000 قریه بین 32 تا 33,000 قریه زیر پوشش آمده. این پوشش شامل چه موضوعاتی میشه؟ این پوشش وقتی که ما میم زیر پوش برنامه هم بستگی ملی قرار گرفته، به این مفهوم که در هر قریه یا در هر امی ما به نام کمیونیتی یا محل میگیم که شاید یک قریه را باشه شامل یک قریه شده، شاید یک اشاره دو یا دو قریه را هم شامل شده. به این ترتیب وقتی که ما سر پوشش گم میزنیم، یعنی عملا همی 28,000 شورا انکشافی که تشکیل شده، در اینجا تعداد نفوس تخمینی برای ما از این طریق معلوم شده میتونه، تعداد قریجات هم و به این ترتیب سرمایه گذاری که در بخش زیربناهای دهاتی که مثلا شامل سرکا است و پل و پلچک است، مثلا سیستم های آبیاری است، آبیاری البته آبیاری برای زراعت است، شبکه های آبرسانی برای آب صحی بر نوشیدن مردم است در قریجات افغانستان، به می ترتیب مثلا موضوع برق رسانی است، تنویر قریجات است یا برق سازی دیگه، به می ترتیب دیگه بخش های دیگه هم زیربنایی که ضرورت مردم می باشه، ای از طریق برنامه هم بستگی ملی حداقل از طریق پلان های انکشافی یا پلان های انکشافی را که در سطح هر قریه از توسط خود مردم ترتیب میشه، بلان برای ما این ضرورت ها تخمینی معلوم شده میتونه. سپاس آقای قندوزی. آنچنانی که شما میدونید افغانستان یک کشور زراعتی است، پس چه کار برای توسعه سکتور زراعت تا الان صورت گرفته است، مشخصا در چند سال اخیر؟ از تشکر. سلام بر شما و بینندگان محترم تلویزیون طلوع. راجع به سوال شما، بله کارهای زیادی صورت گرفته، ولی طوری که شما میدانین سکتور زراعت یک سکتور از نگاه از اینکه یک سکتور مغلق است، از این خاطر که وقتی ما میگیم بیشتر از 80% نفوس وابسته به زراعت است، واضح است تقاضا فوق العاده زیاد است. در بخش های مختلف در ساحه مختلف سکتور زراعت کمک های بیشتر صورت گرفته. امروز اگر شما در افغانستان ببینین، اگر در بخش باغداری ببینین، اگر در بخش مالداری ببینین، اگر در بخش حاصلات ببینین، بسیار تغییراتی آمده، تغییرات مثبت آمده. شما ببینین امروز اگر میوه افغانستان در اکثر کشورها در بالخصوص در همسایه ما صادرات بسیار خوبی از میوه خشک تازه افغانستان داریم، یکی به مو مقدار نیست که نیاز است و باید شوه، ولی بازم حاصلات خوبی از میوه خشک تازه افغانستان داریم. بعضی وقت ما در این شکل نیست که مشکلاتی می داشته باشیم. آقای قندوزی با معذرت، اجازه دهید یک بخش از صحبت شما اشاره بکنم. شما در حال از صادرات فراورده های زراعتی افغانستان صحبت می کنید که در واقع اگر در بازارهای افغانستان مراجعه کنید بیشترین فراورده ها خارجی است. ببینید این یک مشکل است. ما وقتی که ما میگیم که یک بازار آزاد
ما نمیتونیم که صادرات یا واردات بند بکنیم او اگر در هر بخش باشه، ولی بازم خود محصولات خود زراعتی یا میوه خشک و تازه افغانستان به اون مقدار بسیار زیاد است امروز در مارکت های داخلی ما، و به همین ترتیب نسبت به سالهای قبل صادرات هم داریم. ولی واضح است که ما این بحث داشتیم امرای وزارت تجارت و وزارت مالیه که ما چطور بتانیم واردات میوه تازه دیگه کشورها را یک تعرفه سرش بلند ببریم تا بتانیم سکتور خود رشد بدیم، ولی بازم به اساس بعضی مشکلات نشده که او تعرفه بلند بره و ما مانع واردات میوه تازه کشورهای دیگه پس در نخستین قدمی که شما مانع فراورده های زراعتی به ویژه میوه‌جات را از خارج از افغانستان بگوین کار انجام ندادید. خب کارهای صورت گرفته، ولی ما نمیتونیم بگوییم که تمام مشکلات حل شده. ما نمیتونیم بگوییم که مشکلی نداره، مشکلاتی است، ولی این قدم های بسیار خوبی مشکل هست که بیشتر میشه برای اشاره کرد. قدم های بسیار خوبی برداشته شده، ولی بازم مشکلاتی وجود داشته. بله آقای مستور، زمانی که وزارت ها نمیتونن بخش بیشتر از بودجه توسعه خود را مصرف بکنن، مسئولیت وزارت مالیه چی است؟ وزارت مالیه همواره کوشیده که بودجه را نه به اساس ظرفیت مصرفی بلکه به اساس نیازمندی که در امو سکتور موجود است اختصاص بده. در پهلوی ازی باید به وزارت های مربوطه و سکتور های مربوطه کمک بکنه تا چطور بودجه خود خوبتر مصرف بکنه. ما در طول سالهای گذشته برنامه های متعدد داشتیم که چطور بتانیم که این پروسه را خوبتر بسازیم، چطور بتانیم پروسه را با پارلمان خوبتر بسازیم که وقت کمتر بگیره. در قسمت کوتاه‌سازی و بهبود سیستم های و پروسیجر های دولتی خود چطور بتانیم که بهبود بیاره. در قسمت بلند بردن ظرفیت وزارتخانه، در قسمت پروژه ها، در سروی، در دیزاین، در تطبیق، در راپوردهی، در اداره امور مالی چگونه بهبود بیفه، و همچنان در قسمت روابط با دونرها چه رقم بهبودی حاصل شود. کارهایی کردیم و همین اکنون یکی از کارهایی که ما عملا به او مصروف هستیم تمرکز بالای 50 پروژه بزرگی که تقریبا 63% بودجه ما را تشکیل میده، تمرکز بالای ازی هست و منظما با وزارتخانه هایی که بیشترین بودجه را دارن ما، یعنی حداقل در ماه دو سه بار ما با اونا نشست داریم تا بتانیم چه رقم پروژه هایشان و بهتر و خوبتر و سریعتر انجام بدن. در همین سال نتیجه نشست شما چی بوده؟ دو مورد دیگه را میخوایم که میخوایم بعد از او که دو مورد یادآوری بکنم با سوال شما بیاییم. نخست میشه با سوال اصل سوال پاسخ بگوین. اصل سوال شما ما باید بگویم که ما همی هکنون نسبت به سال گذشته همی هکنون ما فعلا 31% بودجه حکومت مصرف شده. سال گذشته در این وقت 27% بودجه ما مصرف شده بود. پس این یک موفقیت از دید شما؟ از دید ما 5% بهبود حاصل شده. ولی دو مورد دیگه را که ما بالاخره تانستیم به او دست بیافیمی است که مشکلاتی را که در این راستا هست باید شناسایی بکنیم. یکی از مشکلات موجودیت سال مالی ما که از اول حمل شروع میشه و به ماه هود ختم میشه و دو ماهی را که ما در بحث با پارلمان میگذرانیم دو ماه اصلی کاری از ماه حمل و ماه ثور، قسمی که مهندس صاحب بیشتر فرمودن بودجه را اینا در ماه ثور منظور شده یافتن. دو ماه اصلی کاری که بخصوص در بخش زراعت، در بخش ساختمان فصول کاری هستن، ماهای کاری هستن، ما از دست دادیم. ما در این رابطه کارهایی را کردیم، بالاخره قناعت دادیم هم حکومت و هم پارلمان تا سر سال آینده سال مالی ما تغییر بکنه، از اول حمل بیایه به اول جدی. آقای مستور، شما در حالی از قناعت مجلس نمایندگان افغانستان صحبت میکنند که مجلس بحث استیضای وزرایی که مصرف نکردنی پول مطرح میکنند. ما در قسمت امی که سال مالی ما تغییر بکنه از اول حمل به اول جدی، یکی از کارهایی بود که ما بالاخره با مشوره پارلمان، با تفاهم پارلمان و بالاخره تانستیم که این تصویب بشه. موضوع دیگری که مشکلات عمده ما بوده در قسمت پول مصرف نشده ایره که اینا مصرف نمیتونستن در یک سال، سال آینده چطور شامل بودجه بسازیم، از نگاه پروسیجرهای ما بسیار مشکل عمده بود. گیر ما فکر میکنیم حدود 10 تا 15% عدم مصرف ناشی از این مسئله بود که این هم در پروسیجرهای مالی ما بهبود حاصل شده که انشالله سر سال آینده اگر این دو مورد ما با هم بگیریم
احتمالاً بین 15 تا 20 درصد بهبود دریافت می‌کنند. آقای مسئول مشخص‌تر اگر جواب بدن، شما در حال از قناعت دادن اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه‌ای صحبت می‌کنند که بحث از استعضای وزرا صحبت میشه؟ ما در اون مورد صحبت نکردم که ما اونا را قناعت به این ندادیم که بودجه ما بهتر مصرف شده. ما در قسمت هزی بر شما گفتم که ما اونا را قناعت به این دادیم که سال مالی ما تغییر بکنه. در قسمت هزی که بودجه بهتر مصرف شوه، ما با اونا کاملا خصوصا با کمیسیون مالی و بودجه مشران جرگه و ولسی جرگه در تفاهم هستیم و صحبتهای ما تقریبا هم نظر هستیم و موافق ولی که بله، ولی صحبتهایی که پیشتر گفتم، پروژه های زیربنایی پروژه های بسیار مالق هستند و سروی و دیزاین بسیار پیشرفته و وسایل بسیار پیشرفته ضرورت دارند که فعلا افغانستان و کمپانی های خصوصی افغانستان رو ندارن. به این پروژه ها برای امکانات بیشتر نیاز هست ده. چی ضرورت است که باید پول برای پروژه ها تخصیص داده شود؟ در صورتی که نیازمندی برای اون موجود هست، نیازمندی بدون ظرفیت یا کم ظرفیت بودن به معنی چی است؟ بین ما بر شما مثال بدیم، نیازمندی به سرک حلقوی افغانستان شهرهای حلقوی وجود داره. اگر ظرفیت مثلا کمپانی های خصوصی افغانی که بتونه ایر تطبیق بکنه موجود نباشه، آیا ما از شهرهای حلقوی بگذاریم؟ نه خیر، ما باید بریم ببینیم که چطور کمپانی های بین المللی رو میتونیم بیاریم. بعد از دو سال دو نیم سال سوال دارم اینجاست که چون این کار صورت نگرفته است آقای مسئول؟ صورت گرفته. فکر میکنید پس چرا پول مصرف نشده؟ معلومات شاید اندک باشه از شما. نه آقای مسئول، اجازه دهید به بخش از صحبت های خود شما اشاره بکنیم. بفرمایید. شما در حال از کمبود معلومات ما صحبت میکنید که این پول توسعه ای که مصرف نشده توجیه برای چی است؟ 30% به معنی چیست؟ بله، من وقتی که معلومات بر شما میگم که اندک معلومات در قسمت مشخصی که من صحبت میکنم، پیشتر هم در قسمت قناعت صحبت کردیم، حالا در قسمت شهرهای حلقوی صحبت کردیم. شهرهای حلقوی بالاخره بعد از 2.5 سال ما تانستیم کمپانی بین المللی را قناعت بدیم که به افغانستان بیا ایر انجام بده. در این قسمت کارهای صورت گرفته. در کدام سرکی موارد کمپانی بین المللی کار کرده تانوس؟ در شهرهای حلقوی ما. کدام شهر؟ سرکاری که ما بر شما میشه که موینسب زیادتر بر شما بگویم، ما بر شما بگویم کدام سرها را کار کردن. سرک بامیان یا کاولنگ امیال فعلا یکی از کمپانی های کوریایی کار میکنه. سرک مزار شریف الا یا کاولنگ الا دری صوفه یکی از کمپانی های بین المللی کار میکنه. سرک هایی که از تخار الا فیض آباد کار شده، اون سرک بین المللی کمپانی‌هایی که با کیفیت بالا البته کار می‌کنند. این در حالی است که شکایت‌های نسبت به این کیفیت هم وجود دارد. اما بگذارید این موضوع را بیشتر با آقای منگل مطرح کنیم. بازم خوشبختانه براتون میگم که در این قسمت این سرکایی که ما بر شما یادآوری کردم هیچ گونه اشکالی در کیفیتش تا فعلا ما نشونیدیم و مطمئن هستم که شما هم نشونیدید. سپاس. بیننده برایت دیگر از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز هستید. آقای مستور معین وزارت مالی افغانستان از کیفیت سرکا صحبت میکنه. این در حالی است که شکایت های نسبت به سرکای اجرا شده وجود داره و حتی سندهای نیز در این مورد وجود داره. آقای منگل پس از میان برنامه کوتاه به این پرسش پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید بیننده برایت دیگر از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز هستید. حالا باید پرسیده شود که این پروژه هایی که بیشتر در سرکای حلقوی افغانستان به مصرف رسیده، این پول ها چقدر کیفیت از این مورد اعتماد هست؟ آقای منگل، سرکای حلقوی افغانستان تقریبا تکمیل است. چند بخش از سرک باقی مانده از قسمت قیصار بالا مرغاب لامان و بخش دومش که 233 کیلومتر است و بخش دوم از که از لامان ارملیک است 51 کیلومتر است. هر دو قسمت همین سرک، بخش اولش که 233 کیلومتر است، بانک انکشاف اسیر تمویل میکنه و تمام پروسس از تقریبا تکمیل است و کمیسیون خاص به کمیسیون خاص تدارکات رفته. اگر فردا پس پرتا توسط از اوکی شوه، امکان داره که در ظرف هفته آینده قرارداد از امضا شود. و یک کمپانی جامینچر امریکایی ترکیس که تمام اسناد از هم از نقطه نظر تکنیکی هم از نقطه نظر مالی بررسی شده و از بهترین کمپانی ها در مابین هم کمپانی هایی که پروپوزال خود گذاشته بودند بررسی شده. بله، با این حساب کار سرک دوشی پل خمری برش میگن یا جبل سراج پل خمری برش میگن به کجا رسیده؟ نه، او دوشی پل خمری یک پروژه است. این دوشی پل خمری یک پروژه است که هم یک بخش از سرک حلقوی است که این متاسفانه با یک کمپانی تاجیکی به نام اکملکی
قرارداد صورت گرفته بود. متاسفانه یه آدم نتانست که همه سرک تکمیل بکنه، با وسیزی که از طرف وزارت فایدامه با نو نو سر ازی فشار آورد و همکاری خودم برشان کرد، ولی متاسفانه باز هم همه کمپانی، چون یک کمپانی بسیار ضعیف در وقت زمانش انتخاب شده بود، نتانست که سرک در وقت بکنه. زمانش انتخاب شده بود یعنی چی؟ یعنی در وقت پروسسی که تدارکاتی که صورت گرفته ای کمپانی زیب بوده. بل ای کار از سوی وزارت فایدامه صورت گرفته بوده؟ طبعا از طرف وزارت فایدامه. پس چرا وزارت فایدامه خواسته از به ای کمپانی ضعیفی پروژه رو بده؟ او دو وقت ما هم در وزارت نبودیم و این سوالم جواب گفته نمیتونیم که چی مسائل صورت گرفته بود، ولی فعلا قرارداد از پیش گرفته شده و تحت پروسس تدارکاتی جدید است که امیدوار هستیم دفعه با قراردادی که واقعا توانه از ساختمان داشته باشه برش داده خواهد شد. چه مدت زمان را در بر خواهد گرفت؟ تقریبا قرارداد برای مدت 2 سال است. آقای مسعود، بحث دیگه نسبت به چگونگی برنامه هایی است که شما یا وزارت انکشاف دهات در قریجات در واقع تطبیق میکنن، بیشتر انتقاد های نسبت به این وجود دارد که این برنامه ها بر اساس یک زدوبند های با مو فرماندهان محلی یا زورمندان محلی که برشان میگن، بیشتر پروژه ها بر اساس زی تطبیق میشه، یعنی این که بنابر مشکلاتی که وجود داره این پروژه ها نمیتونه به گونه مستقیم تحت نظارت وزارت یا انکشاف دهات افغانستان صورت بگیره. ما اول در قسمت جوابتان در سوال اول که داشتین در قسمت ترانسفورمیشن یا تحول بود که به باور ما در داخل حکومت افغانستان و کارهایی که وزارت انکشاف دیاد میکنه و در مجموع سکتور زراعت و انکشاف دیاد و فایدامه وزارت های سکتوری است، باور ما است وقتی ما از تحول گپ میزنیم در 5 تا 10 سال آینده و خصوصا دهه ترانسفورمیشن، باور ما ای است تمام افغان ها به ای است که باید در پروژه‌های زیربنایی بزرگتر باید سرمایه‌گذاری صورت بگیره. مثلا اگر ما می‌خوایم که در افغانستان واقعا تحول به وجود بیاد در زندگی مردم، در مجموع در شرایط کلی افغانستان، در سکتور ترانسپورت افغانستان یکی از اولویت‌های است که باید در این قسمت چیز سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر صورت بگیره، به خاطر از اینکه شما وقتی که مملکت قریجات بیشتر از 40000 قریه ما صحبت کنیم، اگر این شبکه 40000 قریه افغانستان با شبکه سرکای درجه اول و درجه دو اگر وصل میشه، این خود به خود ورود و مرور هم بیشتر بحثی که شما داشتین بلد. رفت آمد مردم زمینش بیشتر فرام میشه، مردم به خدمات بالاخره به مارکت ها به شهرها دسترسی پیدا میکنن. یک بس در بخش انرژی و آب باید سرمایه‌گذاری بسیار انگوف باید صورت بگیره. چرا؟ شما اگر میخواین افغانستان رو ببرین به طرف اقتصادی صنعتی شدن، خود اوجا باز بحث انرژی است، بحث آب است. آبای افغانستان باید از حالتی که فعلا وجود داره به آب افغانستان باید مهار شود و ما بتانیم از این آبها هم به مقصد زراعت و هم به مقصد مقصد دیگه. این طرحهای بزرگتری است که بر بله وزارت بله انرژی و آب میشه. از انرژی آب از در مجموع همین وزارت های سکتوری است که در علاقات فعلا با هم به صورت همان کار میکنن. سکتور زراعت و انکشاف دیات یک سکتور بسیار عمده دیگه است که باید دی بخش سرمایه‌گذاری انگوف صورت بگیره. به می ترتیب معدن افغانستان استخراج باید شروع شود تا اینکه افغانستان بتونه عواید خود از خودش به دست بیاره و بالاخره سر امی پروژه زیربنایی بسیار بزرگی که ما در سکتورهای پیشتر در سکتورهای دیگه از روی یادآوری کردم دی بخش باید مصرف شود. به می ترتیب باور ما این است که در بخش حکومتداری اصلاحات بسیار جامع در تمام سطوح حکومت باید اتفاق بیفته و شکل بگیره، به خاطر از اینکه بس ما این است که تا زمانی که شما در یک مملکت نهادهای دولتیش قوی نشن، تا زمانی که توان جامعه در مجموع چه جامعه مدنی است چه ظرفیت در داخل حکومت افغانستان یا در دولت است، اگر این توانمندی با وجود نبیه شما سر هر بحث انکشاف توسعه اقتصادی باشه توسعه اجتماعی باشه هر بحثی که باشه اگر سرش گپ بزنید تا شما بنیاد جور نکنین اساس جور، چرا برندفتن توانمندی بشری در یک مملکت مهارت‌های مسلکی و فنی که لازم است باز روند انکشاف به پیش بره و شکل بده باز تا این بنیاد جور نشه اساس جور نشه بالاخره اگر سر توسعه هم شما گم بزنید توسعه پایدار و دوامدار نیست. مشخص در مورد سوال سوال مشخصا میایم سر سوال شما. سوال شما شما گفتین که زورمندای محلی در تطبیق پروژه ما اونقدر نقش بسیار عمده نداشتین، چرا تمام برنامه‌های وزارت انکشاف دیات برنامه‌های ملی که مثل برنامه همبستگی ملی یا برنامه سرکسازی دیات ماست، برنامه آبرسانی دیات است، به این ترتیب برنامه توسعه منطقه از ما تقریبا 5-6 برنامه ملی است که از طریق وزارت انکشاف دیات تطبیق میشه و با مردم از طریق خدمات تا فعلا نظر شده. ما اتو مثالای بسیار زیاد
اطلاعات نداریم که در اون موارد زورمندا و یا قماندان ها یا مردم های متنفذ محلی در روند انتخاب پروژه ها و تصمیم گیری سر کدام پروژه در قریه باید تطبیق شود او قدر اونا نقش نداشته، یعنی خود مردم بوده که بله. از طریق شورای را که من پیشتر خدمت شما یاد کردم، برنامه همبستگی ملی، ما مثال های بسیار خوبی را داریم که قماندان صاحب ها حتی در انتخابات وقتی که در قریه خود انتخاب کردن چون در منطقه قماندان بودن، اما متاسفانه وقتی که به انتخابات رفته مردم برش رای نمی‌دهند. حال یک سوال به میان میاد، زمانی که شما از 32000 قریه تحت پوشش پروژه های وزارت انکشاف دولت افغانستان صحبت میکنید، چقدر چون این چیز مقدور هست با توجه به مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره؟ ببینین مسئله امنیت اتا نیست که کل افغانستان امروز متاثر ساخته باشه، موضوع بحث عدم امنیت یا ناامنی در بعضی از قسمت های افغانستان است که او شاید فعالیت های وزارت انکشاف دولت مثلا در قندهار اگر بگویم بعضی ولسوالی ها یا در هلمند بگویم به این ترتیب در زابل بگویم در اروزگان بگویم در بعضی ولایت های مشخص است که کارهای انکشافی وزارت انکشاف دولت یعنی متاثر شده و کارهای ما به کندی پیش میره، اما این نشده کاملا متوقف شده باشه، یعنی به شکلی از اشکال با توسط حمایت مردم ما تانستیم که فعالیت های انکشافی خود ادامه بدیم. اما در بسیاری ولایت دیگه مثلا در ولایت های مرکزی است، در صفات شمال، در شمال شرق است، در شمال افغانستان است و این طرف در شرق افغانستان است که ما کارهای ما به صورت نرمال ادامه داره، اما بحث ناامنی و بعضی مداخلاتی که بعضی اوقات بعضی برخوردها منازعاتی که در بعضی مناطق اتفاق میفته شاید اتونیست که دوامدار بوده باشه، زود گذر است و اینطور وقت شده به طور مثال برای یک ماه دو ماه فعالیت های ما متوقف شده، ولی پس دوباره وقتی که وضعیت نرمال شده ما فعالیت های خود سر گرفتیم. آقای قندوزی، در کنفرانس بین المللی کابل بیشتر وزارت زراعت افغانستان بر چگونگی مصرف بالای پروژه های زراعتی تاکید داشت، این پروژه ها کدام پروژه ها بود و کدام هایش بیشتر تطبیق شد تا حال؟ بسیار تشکر. بله، برنامه های بزرگی که سکتور زراعت بود در مجموع که در سکتور زراعت وزارت انکشاف دهات و وزارت زراعت هم شامل است، هر دویشان برنامه های بزرگ در بخش آبیاری گفته شده بودند، در بخش بلند بردن حاصلات، در بخش مکانیزه بودن و به می ترتیب سیستم قرضه برای افغانستان و در بخش های دیگری که باید به دیاقیر کمک صورت بگیره. در این شکل نیست که وقتی که حال ما و شما سر مصارف صحبت میکردیم در یک ساحه بودجه کم مصرف شده و یا شاید در اون ساحت کمک تا یک حد کم صورت بگیره گرفته باشه، ولی از بعد از اون کنفرانس هم در بخش های مختلف از طریق مستقیما دونرها کمک صورت گرفته که کمک کردن. مثلا اگر ما بر شما بگم، بار اول ما 4,500 تراکتور در افغانستان توزیع کردیم، یعنی مکانیزه بودن زراعت نشان میده که در بخش های مختلف صورت گرفت. 4,500 واسطه تراکتور را که شما ذکر میکنید برای چند دهقان؟ ببینید نیاز در این شکل نیست که زیاد است، ولی ای به تقریبا سوال در همین جا، زمانی که ما از پروژه های بزرگ یا از تمرکز بالای یک پروژه صحبت میکنیم باید بیشتر از آن چیزی باشه که تصور میشه. شما 4,500 واسطه را که میگین چه درد میاره؟ اگر ما 10,000 هم خواسته باشیم وقتی کمک صورت میگیره، یک نیست که در یک سال یا در ظرف یک سال ما به کل افغانستان 20,000 30,000 توزیع بکنیم و یا تا او حد کمک هم صورت نگرفته. یعنی سوال در همین جاست که کمک صورت نگرفته است؟ بله، این حال ما 4,500 کمک صورت گرفت، 4,500 تراکتور به دهقین توزیع شد. به این ترتیب در بخش باغداری 50,000 جریب یعنی باغات صاحب باغ احیا صورت گرفت، کمک ها صورت گرفت و در این ترتیب تخم اصلاح شده به بیشتر از 18 ولایت یعنی اول قدم اول 18 ولایت تخم اصلاح شده صورت گرفت، توزیع از صورت گرفت و در 34 ولایت ما رسیدیم. بله آقای قندوزی، شما در حال از توزیع تخم های اصلاح شده هم صحبت میکنید که ما گزارش های متعدده و همچنان شما در جریان هستین، برنامه روی موضوع داشتیم که شاکی بودن مردم نسبت به کیفیت تخم ها و همچنان زمانی که باید تخم ها توزیع شود. ببینن اگر یک کسی تخم اصلاح شده برشان بتین و او از ظاهر ببینن که درست نیست، خوبش نیست، شاید او درست نباشه. یعنی شما فکر میکنه آنچنانی که اظهارات شده از ظاهر امر؟ بله سه، من تا بسیار حد گفتم در خاطر که من خودم عملا در شمال و شمال شرق در کل ولایت ها به ولسوالیش رفتیم و عملا خودم پروسه را دیدیم، ولی ما به مو مقداری که مردم نیاز داره نداریم. به افغانستان برای یک سال 300,000 تن تخم اصلاح شده کار است، در صورتی که ما به مشکل از 35,000 زیاد نداریم. برای کسی که نمیرسه واضح مشکل است که میگن ولی تخم اصلاح شده نیست. سپاس.
آقای مستور، بحث دیگر در مورد چگونگی کمک‌های خارجی بر افغانستان است. چقدر افغانستان حالا نیاز به کمک خارجی دارد؟ قبل از اینکه به این سوال بپردازم، می‌خوام یک توضیح در قسمت صحبت آخر شما که در مورد صحبت‌های ما داشتین. ما می‌خوام که بگویم که بحث عمومی را با بحث‌های مثال‌های مشخص نباید خلط بکنیم. وقتی از مثال‌های مشخص صحبت میشه، مشخصا اگر بالای عموم مثال‌های مشخص بیایم و این خوبتر خواهد بود، ولی اگر بحث عمومی قسمی که شما صحبت کردین، اگر در اون قسمت بحث عمومی باشه، باز بتونه که بحث کاملا شکل شما برای کدامش میخواین پاسخگو باشین؟ خب در هر صورت وقتی که بحث از عمومی است، اگر مثال‌های مشخص آمد، باز ما وقتی مثال مشخص صحبت میکنیم، جوابدهی از عموم مثال مشخص است. بریم سر سوال که شما صحبت کردین. در سال گذشته کمک‌های بین‌المللی که ما حاصل کردیم تقریباً برابر بود با تولید ناخالص داخلی ما، یعنی 100% جی دی پی ما سال گذشته کمک بین‌المللی بود، یعنی حدود 16 میلیارد دلار. در سال جاری حدود 90% جی دی پی ما، یعنی 90% جی دی پی ما کمک‌های بین‌المللی است که هم تقریباً 16 میلیارد. ولی در پلان‌هایی که قسمی که در استراتژی درازمدتی که در بن دوم پیشکش شد توسط حکومت افغانستان، با اون استراتژی‌هایی که ما می‌خوایم پیش بریم تا اوجره، ما می‌خوایم در سال 2030 یا 1409 این سطح کمک‌ها به 10% تولید ناخالص داخلی ما برسه. این از یک طرف ما می‌خوایم که سطح عواید خود بهبود ببخشیم و بلند ببریم، از طرف دیگه ما می‌خوایم که سطح مصارف خود کنترل بکنیم و این کنترل مصارف بالای مصارف که دارای اولویت است داده شود. از طرف دیگه کمک‌ها باید مؤثر صورت بگیره، کمک‌هایی که از خارج از بودجه صورت می‌گیره بتونه داخل بودجه بیاید، تحت رهبری خود افغان‌ها صورت بگیره. آقای مستور، اجازه دهید با بخشی از این صحبت‌های شما اشاره کنیم. شما در حالی از تحت کنترل درآمدن کمک ها صحبت میکنند که بیشتر خارجی ها به این باور هستند که ظرفیت یا کم ظرفیتی که در واقع در حکومت افغانستان وجود داره نمیشه این پول از طریق بودجه افغانستان به مصرف رسه. مشکل اصلی در همین جاست. وقتی که اگر اونا پول خودشان مصرف میکنن، توسط کی مصرف میکنن؟ توسط افغان ها مصرف میکنن، توسط افغان هایی که با معاشات بلندتر اونا را استخدام کردند. هر زمانی که ما ظرفیت میسازیم، مشکل ما این است که اونا را نگاه بکنیم با معاشات ناچیزی که ما میتونیم بر روزنو بپردازیم. مشکل اساسی ما در نگهداری ظرفیت بوده، نه در تربیه ظرفیت. و این ظرفیت کجا میره؟ یا میره در مؤسسات ملل متحد، یا میره در مؤسسات کمک کننده، یا در NGO ها. و ما نمیتونیم با معاشات پایینی که حتی با سیستم رتبه معاشات داریم اونا رو نگاه بکنیم. هر زمانی که کمک‌های خارجی اونا قطع میشه، من مطمئن هستم که ما میتونیم عمو ظرفیت افغانی را که در داخل محوطه سرحدات افغانستان وجود داره و فعلا تحت برنامه‌های دونرها کار میکنن، او را ما دوباره بگیریم. پس این راهبرد که شما هم صحبت میکنید بیشتر پس از 2014 است تا کمک‌ها از طریق بودجه حکومت افغانستان صورت هر زمانی که کمک‌ها قسمی که در کنفرانس کابل صحبت شد که ما باید 50% در ظرف 3 سال 50% کمک‌های خود از طریق حکومت افغانستان انجام بدیم، هر زمانی که کمک‌ها به داخل حکومت میآید، ما این افراد استخدام کرده میریم. بنابراین این ظرفیت را که اینا از ما فعلا دزدیدن دوباره پس به ما میآید. ظرفیت در افغانستان وجود داره، ولی ظرفیت نزد حکومت وجود نداره یا کم شده میره و این دزدیده شده میره به خاطر از اینکه ما به او، یعنی شما به این باور هستین که تا هنوز آنچه را که در افغانستان صورت گرفته است با همین ظرفیت های کم و بیشتر ظرفیت ها دزدیده شده است؟ چون این چیزی است، یعنی اکثر دوائر دولتی ما، ما اگر مشخصا از وزارت مالیه صحبت بکنم و دیپارتمنت خودم، بخش بودجه و بخش خزائن ما، ما در طول 6 سال گذشته که خودم در اینجا بودیم، ما ظرفیت ساختیم. همه کنون تقریبا تمامی از اینا در اون طرف میز زمانی که ما مذاکره میکنیم با دونرها در اون طرف میز نشستن. این ظرفیت به خاطر چی؟ به خاطر که اونا با پول بیشتر تانستن افراد ما را جذب بکنن. سپاس. حالا از آقای منگل میپرسیم چقدر پروژه های وزارت فواید عمومی افغانستان وابسته به کمک های خارجی ها است؟ اگر به جواب شما عرض کنم که تمام پروژه های اساسی وزارت پایدام توسط دونرهای خارجی تمویل میشه. بگونی مستقیم؟ نه، از طریق وزارت پایدام
تنها بعضی پروسیجرهای تدارکاتی که صورت میگیره در بعضی موضوعات اونا دخالت میکنه به خاطر بهبود کار، ولی دیگه پروسیجرها همگی از طریق وزارت فایده صورت میگیره و کار زو توسط خود وزارت فایده تنظیم میشه. بله، فکر میکنین که از این کارها چقدر نظارت صورت میگیره با توجه به اینکه پول است به گونه مستقیم، یعنی هدف بدون از اینکه از مجرای وزارت مالی افغانستان ترتیب شوه، چقدر نظارت دارین شما؟ ما تمام پروژه هایی که توسط دونرهای خارجی تمویل میشه، ما یک سیستم فکر میکنیم، یک سیستم بین المللی است و یک کنترل و نظارت فوق العاده خوب است، به خاطر اینکه خود قراردادی که با اساس پروسیجر بین المللی انتخاب میشه، در پالوی از یک کمپانی دیگه به نام کنسلتانت کمپانی یا کمپانی مشورتی هم در پالوی از استخدام میشه که تمام کارهای قراردادی را با اساس قانون مقررات بین المللی، با اساس دیزاین که صورت گرفته، با اساس روزمره کنترل میشه و راپورای ماهواره که کمپانی که کار میکنه به وزارت فایده ما به خاطر پرداخت پول میرسه توسط کمپانی مشورتی هم تایید میشه که همه قدر کار واقعا صورت گرفته، هم از نقطه نظر کیفیت و هم از نقطه نظر کمیت اونا مسئولیت دارن و این کارا رو بررسی میکنن. ولی در پالوی ازی خود وزارت فایده ما به همه کمپانی مشورتی هم اکتفا نمیکنه، وقتا از پروژه ها توسط هیئت های مختلف بازدید میکنه، حتی لابراتوارهای خود روان میکنن که موادشان تست بکنن، یعنی مجددن و قناعت خود حاصل بکنه. بله، سپاس. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز هست. حال سوال به میان میاد که با توجه به وضعیت موجود افغانستان و با توجه به مصرف نشدن اکثریت بودجه توسعه افغانستان، چگونه ممکن هست به موفق بودن دهه تحول پس از 2014 امیدوار بود؟ آقای برمک. تشکر. امیدواری ما به این است که ما به این فکر هستیم که تعهداتی که در کنفرانس بن دوم صورت گرفت، در کابل صورت گرفت، اگر جامعه بین المللی و جمع حکومت افغانستان، ما نمیگیم که تنها جامعه بین المللی رو ملامت کنیم، جامعه بین المللی در امروز در افغانستان به خاطر ازی است که اونجا یک طرف نیروی امنیتشان آمده، یک طرف کمک های اقتصادیشان است، این طرف ما شما خود ما منیس افغان ها حکومت خود و جامعه خود می خواهیم به طرف رفاهیت و به طرف خوشبختی و سعادت رهبری کنیم و هم یک جامعه ایجاد کنیم. ما به این باور هستیم که موفقیت حکومت افغانستان و موفقیت ما در مجموع افغان ها این است که باید در سطوح مختلف حکومت اصلاحات بسیار بنیادی با وجود بیاید، تغییرات بنیادی با وجود بیاید، ظرفیت ادارات افغانستان باید بلند بره، مسئله بعضی مشکلاتی که از نقطه نظر نگرانی بسیار شدیدی که از نقطه نظر فساد و فساد اداری و بالاخره رشوت و رشوت خوری گپا یا برچیده شود، فسادش برچیده شود و یک تعهد ارادی سیاسی بسیار قوی در تمام سطوح حکومت باید بیاید، از رهبری حکومت که میگیم خانم لایه مختلفش است تا با مامورینی که در سطوح پایین است، اینا باید با یک احساس و با یک تعهد ملی که واقعا یعنی افغانستان وطن ما است و ساختن از این مملکت به دست خود افغانا، به دست افغانا است و مسئولیتش به دست افغانا است، پیشرفت ترقی در یک مملکت مسئولیت یک تنها یک حکومت نیست، یعنی با اگر این تعهد و احساس به میان نبیایه و این ظرفیت سازی نشه نمیشه امیدوار بود نسبت به دهه تحول. شما چطور میتونین که وقتی که احساس به وجود نبیه و تعهد وجود نداشته باشه و ما به این فکر باشیم که خب تا چی وقت خارجی ها بیان هر روز در جیب ما پول پرتن و ما اونم مصرف کنیم، که چنین چیز به باور شما وجود نداره؟ حالا فعلا با باور ما این است که ظرفیت سازی که در طول به طور مثال 10 سال گذشته در سطوح مختلف حکومت به وجود آمده و روندی که فعلا افغانستان به یک جهت مثبت روان است، اگر با این تعهد با این احساسی که وجود داره و این دگان بیشتر تقویت شوه، امیدواری وجود داره و ما میخوایم که امیدواری تقویت شوه. آقای قندوزی، میشه کوتاه اشاره بکنید؟ تشکر. ولی یک چیز ما باید اشاره بکنم که ما نباید ظرفیت یک وزارت و در مجموع از دولت از تمام وزارتخانه تنها از بودجه داخلی از بودجه از طریق وزارت مالیه میایه باید چی کنیم که ولی ظرفیت داره ندارن، از خاطر که میخواستم چون که وقت کم بود که صحبت هایی که مستور صاحب داشت یک چند اشاره بکنم. شما میبینین بودجه خارجی که مستقیما مصرف میشه به اکثر وزارتخانه ها توسط خود افغانا در وزارت و وقت بیشتر هم رهبری وزارت وقت داده بوده به مصرف میرسونه. من مثال اگر وزارت زراعت بودم، اگر ما یک مقدار
بودجه را از طریق وزارت مالیه داریم، ولی بیشتر از 200-300 میلیون دلار که ما مصرف میکنیم مستقیما وزارت دو دخیل است. و 300 میلیون دلار را شما آقای قندوزی در حال ذکر میکنید که حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور نسبت به چگونگی مصرف ها راضی نیستند. ببینید شما یعنی اگر در مجموع بگویم ایتون ما نمیتونیم گفته که شاید اگر او راضی نبودنش شاید بلند بردن مصارف اداری پروژه ها باشه و در بعضی موضوعات مصارف داره، یعنی مصارف فساد اداری، نه یعنی مصارف اداری مصارف اداری پروژه ها که یک پروژه شاید به 1 لک دلار جور میشه او را به 1.5 لک دلار به 2 لک دلار سرزو مصرف میشه، او موضوعات مصارفشان است. ولی تنها سر مصرف از طریق دولت فکر نکنیم، چون که خود قبلا مستور صاحب اشاره کرد یعنی ظرفیت. آقای قندوزی شما در حال از این کمک ها و از این پروژه های مستقیم کمک شده از سوی خارجی ها صحبت میکنید که بس سر از این ظرفیت سازی در داخل نظام افغانستان است، نه این کمک هایی که شما آقای مستور می شما هم نظرتون در این مورد؟ ما فکر میکنم که قسمی که آقای قندوزی گفت تنها کمک تنها انرژی وزارت ها بالای از این مصرف نمیشه که تنها بودجه که از طریق ما برشان میه، بودجه ای که از بیرون هم میه اینا در اوج کاملا دخیل هستن و این باید به فعالیت های هر وزارت مصرف شود. با سپاس از حضور مهمانانمان آقایان مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه، نورگل منگل معین تکنیکی وزارت فایدامه و سحمد برمک و معین وزارت یا انکشاف دهات، سلیم قندوزی معین وزارت زراعت و آبیاری، با سپاس شما که طالب بیننده برای دیگر از طلو و شبکه جهانی طلو نیز بودید. شما می توانید همچنان این برنامه را در tolonews.com صفحه برایت دیگر نیز بیننده باشد. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خدا نگهدار.